با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در ارتباط با فاجعه تروریستی شهر اورلاندو در امریکا و حمله به کلوپ شبانی همجنسگرایان توسط عمر متین که 49 باعث مرگ 49 نفر و جمله خود عمر متین شد و 10 نفر هم مجروح شدن، گفتگویی داریم با دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده، پژوهشگر، پزشک و ساکن شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا. و میخوایم ضمن این که بدونیم آخرین اخبار و باسابای خبری مربوط به این مسئله در شهر اورلاندو چی بوده، اندکی روی دلایل و ریشه های این فاجعه‌ای که رخ داده، این جنایت هولناکی که رخ داده مکس کنیم. خب مسعود نقره‌کار عزیز، من به شما خوش آمد میگم از اینکه دعوت تلویزیون برابری رو برای این گفتگوی اسکایپی پذیرفتید. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. اگر میشه در مورد آخرین اخبار مربوط به این رویداد فاجعه بار و باستاب‌های اون بینندگان ما رو مطلع کنید. بله، سلام میکنم به شما و بینندگان گرامی برنامه‌تون، خوشحالم باهاتون هستم. در مورد خبر که فکر میکنم خود واقعه رو در جریان هستید که یک شنبه 12 همین ماه حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب به 2 صبح 2 بامداد این اتفاق رخ داده، یعنی شروع شده و تا ساعت 5 ادامه پیدا کرده. و خب همونطور که اشاره کردید، حمله یک تروریست اسلامی اگر بتوان گفت به یک کلوپ شبانه‌ای که محل تجمع و پاتوق همجنسگرایان بود اتفاق افتاد. تا امروز در حد اطلاعات من، خب حدسیات و مسائل مختلفی مطرح شده، چه در رابطه با پیرامون شخصیت خود این فرد، چه در رابطه با انگیزه هاش. و خب تا به حال هم تا حدودی ناروشنی وجود داره. آنچه که روشن هست و تأکید میکنن روش، اینکه این فرد ارتباط تشکیلاتی و مستقیم با سازمانها و تشکلهای تروریستی نداشته، به ویژه با داعش، و بیشتر از طریق ارتباط اینترنتی و تبلیغات اینگونه‌ای برنامه خودش رو اجرا کرده و در تأثیر قرار گرفته. از طرف دیگه خب برخی ها مطرح میکنن که این فرد اگر چه به گفته پدرش حساسیت داشته و ضد همجنسگرایان بوده، اما صحبت هایی هم بر سر این هست که ایشون از این کلوپ همجنسگرایی قبلا هم دیدار کرده، در برنامه های حضور داشته و همسر سابقش هم به نوعی مطرح میکنه، البته تایید نمیکنه ولی رد نمیکنه که ممکنه گرایشات همجنسگرایانه هم در خود این فرد وجود داشته، که خب البته بحث متفاوتی خواهد بود. به هر حال آخرین خبر هم این هستش که همسر دوم ایشون رو هم برای تحت بازجویی قرار دادن، سوالهایی ازش کردن و ایشون هم گفته که شوهرشون در واقع این تمایلات رو داشته که دست به یک اقدام به قول خودشون جهادی بزنه و او هم میگوید من سعی کردم جلوی اون رو بگیرم. برای تا الان خبرها در همین حد که عرض میکنم وجود داشته و خب بازتابش هم که میتونه بحث دیگری باشه که اگر مایل بودید میشه به اون پرداخت و اوضاع مختلف. بله، این در مورد خود ما میدونیم که در روزهای اخیر بخصوص در شهر اورلاندو و دیگر شهرهای امریکا و حتی برخی شهرهای دیگر جهان، ما شاهد همبستگی بین‌المللی بودیم با همجنسگرایان و کلن به هر حال ما میدونیم این همجنسگرایان در طول دههای گذشته بارها مورد به صلاح نه تنها تبعیض بودن بلکه مورد یورش
حتی گاه سفید پوست های نجات پرست، اونایی که گرایشات شدید هوموفوبیک و همجنسگرا ستیزی داشتن قرار می گرفتن. یک سری به تجمعات و مراسم های در همدردی و همبستگی رخ داده، از جمله من فیلم های دیدم که تا هزاران نفر در شهر اورلاندو اعلام همدردی کرده بودند و شرکت کرده بودند. در خودتون در از این جزئیات این مراسم ها خبر دارین؟ بله، تا حدودی خود من هم برحال دیداری داشتم، یعنی به اون منطقه رفتم و در یکی این تجمعات بودم. خب واقعیتش هم دردی در یک سطح وسیعی وجود داشت و خود من هم برام خیلی جالب بود، به ویژه در ایالت فلوریدا. میدونید که یکی از ایالت هاییست که در امریکا نسبت به همجنسگرایان سخت گیری می شده، ولی خب الان تا حدود زیادی تفاوت کرده، فرق کرده. به هر حال واکنش وسیعی که نه فقط در اورلندو، در امریکا در رابطه با این اتفاق بوده و همطور در سطح جهانی. آنچه که خود من شاهد بودم جدا از آنچه که در خبرها شنیده و دیده میشه، آنچه که من حضورا رفتم دیدم واقعا خیلی دلگرم کننده بود، خیلی وسیع بود، خیلی به هر حال متمدنانه و میشه گفت خارج و بیرون از یک فضای نفرت انگیز. علاوه این اقدام وحشیانه که این فرد انجام داده، این تجمع بود و خب به گمان من اون فضای انسانی و عاطفی خیلی تاثیر گذارد. خب این مثلا در سالهای اخیر این کشتار سیستماتیک سیاهان توسط پلیس بار دیگر نورافکن میانداخت رو مسئله تبعیض و نابرابری که در جامعه امریکا نهادینه شده علیه سیاه‌پوستان. در ارتباط با این حادثه هم بار دیگه این مسئله رو رو آورد، یعنی از این فرصت نیروهای مترقی، حامیان حق گرایش جنسی، حامیان برابری انسانها و حقوق شهروندی برابر انسانها میتونن استفاده بکنن برای آگاهگیری و روشنگری. این آقای عمر متین که این فاجعه، این عملیات تروریستی را انجام داده، یک سری مجموعه مسائل درش عمل میکرده. خب همسر اولش میگفته که آدم به شدت مردسالار و خشنی بوده و به دلیل کتک زدنهای مرتبی که داشته او جدا شده از همسرش و همکارانش در محیط کار صحبت میکردن که او به شدت نسبت به مثلا یعنی گرایشات چیز داشته، نسبت به سیاهان توهین میکرده، نسبت به فرض گرایشاتی داشته به اسلام گرایان و فلان اینا، و حتی 3 سال پیش توسط خود پلیس امریکا بازجویی شده. درست؟ بازجویی شده، ولی با این همه کماکان اجازه حمل اسلحه داشته و قبل از این عملیات هم رفته قشنگ 2 تا تیربار هم مثلا چیه خریده. یعنی گرایش به اسلام سیاسی و بنیادگرایی اسلامی، مردسالاری، هوموفوبیا و مثلا چی سکسیزم، اینا مجموعه ای از اینا، و ضمن اینکه صحبت از این میکنن که دچار اختلالات روانی هم بوده، یعنی دچار کسی بوده که به شدت عصبی میشده و از کوره در میرفته و اینا. این مجموعه مسائل عمل میکرده که به نظر شما کدام یک از اینا نقش داشته؟ یعنی الان فردی هم بوده در خود امریکا، درست از یک خانواده افغان متولد شده، ولی در خود امریکا متولد شده و همونجا بزرگ شده، لهجه انگلیسی خود امریکایی داره. یعنی اینطور نبوده که بگیم که مثل عملیات 11 سپتامبر یه عده مثلا عرب بنیادگرای مسلمان مثلا از جاهای دیگه اومدن عملیات کردن. فردی بوده در خود نیویورک متولد شده، در همون کشور بزرگ شده. چه مجموعه عواملی باعث میشه که ما شاهد چنین فجایعی هستیم؟ یعنی الان پاسخی که آقای دونالد ترامپ میده، پاسخی که هیلاری کلینتون میده، یعنی 2 حزب اصلی امریکا میدن، آیا پاسخهای واقعی هست در مورد دلایل و ریشه های چنین عملیاتی؟ ببینید، در مورد همجنسگرایی باید گفت که وضعیت همجنسگرایان در امریکا فرق کرده. واقعیتش اینه که در بسیاری از ایالت‌های امریکا همجنسگرایان فی الواقع تحت فشار و معنا نیستند،
و ازدواج همجنسگرایان میدونید اینجا قانونی شده، البته نه در همه ایالت ها. وضعیت همجنسگرایان هم به دلیل مبارزاتی که خودشون کردن و هم به دلیل اون حمایتی که از طرف بخش زیادی از مردم امریکا میشن، الان میشه گفت در امریکا دچار یک تغییر اساسی شده و امروز میبینیم که فی الواقع اینها یک اتفاق به این شکل که براشون رخ میده در واقع کل جامعه واکنش نشون میده. میشه گفت که همجنسگرایی در امریکا یک روندی رو داره طی میکنه که هم همجنسگرایان به حقوق خودشون دارن دستیابی پیدا میکنن و هم تابویی که در واقع مذهب به ویژه در امریکا در رابطه با همجنسگرایی مطرح میکرد مثل همه جوامع دیگه تا حدودی شکسته شده. این رو هم آمار و ارقامی که وجود داره نشون میده و هم روندی که در ایالت‌های مختلف در رابطه با حقوق همجنسگرایان مطرح میشه فی الواقع به ما نشون میده. در مورد خود این فرد به طور مشخص به گمان من آنچه که عامل اصلی هست همون نگاه ایدئولوژی و نگاه مذهبی این فرد بوده و درکش در فلواقع از غرب و امریکا و دشمنی که معمولا اسلام سیاسی با این مجموعه داره، اگرچه به طور مستقیم با اون تشکل‌های تروریستی تماس نداشته ولی به هر حال از طرق مختلف این تبلیغات تأثیر گذاشته روش و دست به این اقدام زده. ضمن اینکه کالچر و فرهنگ خودمون خانواده تأثیر داره، درسته این در امریکا متولد شده و در امریکا بزرگ شده ولی در یک خانواده بوده که به هر حال گرایشات زیاد مذهبی داشتن، پدرش و خودش از مشتریان پروپاگورس مسجدی بودن در همین شهرشون که قبلا هم البته این مسجد یک تروریست دیگه ای رو هم تحویل جامعه داده که این دومیش بوده، اون مسجد بوده کوچک. بنابراین اصل قضیه به گمان من برمیگرده به اون حوزه، یعنی به تفکر و اون نگاه ایدئولوژی که این فرد نسبت به اون اسلامی که اون میپنداشته و دشمنیش با فلواقع غرب و درکی که از غرب و امریکا داشته. اما عوامل دیگری هم تو این رابطه میتونسته کمک کننده باشه و عمل کنه، اون ویژگی های شخصیتی که ازش صحبت میشه. البته در مورد ویژگی های شخصیتی و روانیش میدونید که خبرهای متناقضی هست. خیلی ها از این که اون آدم آروم و خوشبشتری بود سخن میگن، خیلی ها هم میگوین نه، برخی مواقع این آدم عصبی پرخاشگر و برحال مهاجمی میشده. بنابراین یک شخصیت دوگانه ای رو در رابطه باش مطرح میکنن و آنچه که زن سابقش میگوید که البته فقط 4 ماه با ایشون زندگی کرده بود اونم 7 سال قبل، خیلی نمیتواند به گمان من تعیین کننده باشه در مورد ویژگی های شخصیتیش. اما کسایی که باش کار کردن باش ارتباط داشتن برحال از این شخصیت دوگانش صحبت میکنن به این شکلی که مطرح شده، هم یک در واقع چهره خوبی از خودش نشون میده و هم در گهگاه چهره برخاشگر و فرواقع عصبی. این هم میتونه نقش داشته باشه و خب اون بحث مخالفتش با همجنسگرایان و دشمنیش با همجنسگرایان که البته ابتدا پدرش میگفت با دیدن اینکه دو مرد هم دیگر رو میبوسیدن تحریک شده که نباید این سخن واقعی باشه و یاد تعیین کننده، اون درکم برمیگرده بیشتر به همون نگاه مذهبی طالبانی و داعشی نسبت به میشه گفت همجنسگرایان. بنابراین به گمان من عوامل مختلف نقش داشته اما تعیین کننده همون فلواقع ریشه های ایدئولوژیک مذهبی است که عرض کرد. خب حالا این چه از این مسئله که رخ داده، یعنی به دنبال هر فاجعه تروریستی که در
امریکا یا هر کشور دیگر غربی رخ میده، جریانات مختلف سیاسی به ویژه جریانات راست سعی میکنن ازش استفاده و سوء استفاده بکنن. در مثلا اروپا ما شاهد یک همزمان که شاهد عروج اسلام سیاسی در خاورمیانه هستیم، شاهد عروج فاشیسم و نیروهای فاشیستی و شبه فاشیستی در اروپا هستیم. همین مسئله، همین برکشیده شدن دونالد ترامپ به عنوان یه راست افراطی که حتی بسیاری از رهبران اصلی حزب جمهوری خواه ابتدا حتی حاضر نبودن پشتش وایسن، تبدیل شده به کاندید اصلی حزب جمهوری خواه با شعار اینی که چی؟ جلوگیری از ورود مسلمانان به خاک امریکا، و با یک شعار کاملا چی؟ راسیستی. یعنی از این مسئله استفاده میکنه. از یک طرف دیگه مسئله خود مسئله کنترل سلاح، یعنی از یک طرف ما میدونیم مثلا در گذشته ها که انقلابات رهایی بخش بوده، خود حتی نیروهای چپ و مترقی از تسلیح همگانی مردم دفاع میکردن، یعنی در مقابل نیروی اشغالگر استعماری یا امپریالیستی از مسلح شدن توده های مردم برای دفاع از انقلاب و رهایی و استقلالشون دفاع میکردن. شاید زمانی که این تو قانون اساسی امریکا به عنوان متمم اومده، اون زمان یه عصر مترقی بوده برای دفاع مردم از در برابر یورش گانگسترا، اون فیلم های تکزاسی که ما میدیدیم. ولی اکنون این به یک فاجعه تمام عیار تبدیل شده، یعنی شما راحت، یعنی صحبت از دیگه سلاح کمری نیست، راحت میتونه بری مسلسل، تیربار، هر نوع سلاحی رو به هر تعداد که بخوای از فروشگاه های اسلحه بخری و باش. خب با این تیربار شما چی میخوای بکنی؟ نمیتونی که گنجش چیکار بکنی، فقط میتونی کشتار جمعی بکنی. یعنی خود بحث کنترل سلاح الان چقدر، یعنی جامعه امریکا به نظر میرسه دو قطبی شده. یه عده معتقدن باید از طریق کنترل حمل سلاح و نظارت بر اون این مسئله رو مهار کرد، یه عده معتقدن از طریق چی؟ روش‌های فاشیستی، راسیستی، از جمله سیاستایی که دونالد ترامپ پیش کشیده و رو میز گذاشته. در رابطه با اون نکته‌ای که ترک کردید راجع به دونالد ترامپ و تأثیر حرکت‌های در واقع تروریستی، به گمان من ترامپ و طالبان و داعش اینها همشون دو روی یک سکه، این رو تجربه زندگی به ما نشون داده، واقعیت هم الان نشون میده، هر کدومشون تقویت کننده دیگری هستن و از این اتفاق هم در حال حاضر و اتفاقهای مشابه تنها جریانهای نجات پرستانه و نوفاشیستی و راست در امریکا استفاده کردن. الان هم آقای ترامپ شادمانی خودشو نمیتونه کتمان بکنه از یک رخدادی که 49 نفر درش به قتل رسید. بنابراین این خیلی روشن است و واضح است و ما در تاریخ نه فقط در امریکا، در همه جا شاهد اون بودیم. در مورد کنترل سلاح، واقعیتش توی امریکا همونطوری که شما هم اشاره کردید، در این رابطه دو دیدگاه هست و این دو دیدگاه در سطح وسیع بین مردم هم حضور داره. یک دیدگاه همون دیدگاه حزب جمهوری خواه و جریان های مثل جریان های پشت ترامپ هست و شخصیت های پشت ترامپ که با سوء استفاده از آنچه که در قانون اساسی امریکا آمده تلاش میکنن داشتن سلاح رو توجیه بکنن، و بیشتر هم به نظر میاد که در پس یک چنین تفکری هم مسائل اقتصادی مطرحه، برای اینکه کارخانه های بزرگ اسلحه سازی حتی در همین حدی که عرض میکنن در رابطه با داخل خود امریکا فی الواقع سودهای کلانی از این مسئله میبرن، و خب لابی های قدرتمندی هم در سطح کنگره و ارگان‌های مختلف حکومتی اینجا دارن. یکی مسئله اقتصادی است و دیگری هم به هر حال اون حس ناسیونالیستی و نجات پرستانه ای که در بخش زیادی از اینها وجود داره. اون توجیهی که مطرح میکنن و در قانون اساسی امریکا هم بیشتر به اون توجه داشته، به گمان من برای یک دوران خاصی بوده که جامعه امریکا برای به این شکل سازمانی آفته، ارگان های
در واقع قانونی و امنیتی و برای کنترل کننده مثل پلیس و ارگانهای مشابه اون رو نداشته. این هستش که به گمان من توجیه آنهایی که حمایت میکنن از داشتن سلاح و خرید و فروش آزادانه و حمل آزادانه اون از نظر من هم مردوده. برای کسانی هم بودن به ویژه حزب دموکرات و جناحای از حزب دموکرات و شخصیت ها و جریان های دیگر غیر وابسته به این حزب بودن که مخالفت خودشون رو اعلام کردن و خواستار حداقل کنترل مسئله فروش سلاح و یا نوع این اسلحه ها بودن که خب حرفشون تا بار پیش نرفته و در واقع شکست خوردن در چه به ویژه در سطوح قانونگذاری که باید قانونگذاری بشه و اجرا بشه. تلاش زیادی اوباما کرد بارها و قبلا هم همینطور دوره که بیل کلینتون بود تلاش زیادی شد ولی متاسفانه نتونستن پیش ببرن و امروز هم در همون موقعیت قرار داره. بله، البته این کشتارهایی که گاه و بیگاه شاهدش هستیم در امریکا هر سال هم جان هزاران نفر رو میگیره یا مجروح میکنه، فقط حالا در دورهای اخیر بیشتر متوجه بنیادگران اسلامی هست. قبلا به اصطلاح افراد وابسته به کوکلوس کلان علیه سیاهان، راسیستا، من نمیدونم سفید پوستایی که مسیحی کاتولیکی که مخالف سقط جنین بودن گاه و بیگاه به کلینیک های سقط جنین حمله میکردن و باعث کشتار کادر پزشکی میشدن اینا. ولی به هر حال این هست، به قول شما این لابی های کمپانی های فروش اسلحه منفعت میلیاردی دارن از فروش اسلحه چه در داخل امریکا و چه در خارج. حالا من یه پرسشی که میخوام بکنم اینه، یه بحث رو میخوام ببریم یه جای دیگه. خب ما میدونیم این کسایی که میپیوندن به جریانات داعش و جریانات اسلامی اینا سازماندهی هرمی ندارن، یعنی طرف از طریق مشاهداتی که در رسانه ها، اخبار، اینترنت و مطالعاتی که اونجا میکنه الهام میگیره، درست؟ و عموما هم افرادی که بگیم بی سواد باشند، عقب مانده باشند، فلان باشند، خیلی هاشون هم تحصیل کردن. این هزاران نفری که از اروپا رفتن به داعش پیوستن، اکثر خیلی هاشون هم مثلا افراد تحصیل کرده بودن. اینها از یک سری چیزا الهام میگیرن. من به نظر شما مثلا این دخالت جنگ، اشغال، دخالتگری امپریالیستی که در افغانستان به وجود اومد، این باتلاقی که در عراق پدید اومد، فاجعه‌ای که در سوریه الان شاهدش هستیم، این دخالت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای ارتجایی در خاورمیانه از ایران گرفته تا عربستان، اینها و کشتارهای عظیمی که صورت میگیره درست همزمان با این رویداده که در اورلاندو رخ داده، سازمان‌های حقوق بشر گفتن که این هشت شعبی شیعه وقتی الان وارد فلوجه شدن در یک مورد 50 زن و بچه اهل سنت که در فلوجه بودن رو گرفتن کشتار کردن. در گذشته هم از این کارا شیعیان زیاد کردن، سنی هم علیه شیعیان کرد. یعنی مجموعه ای از حوادث باعث میشه که اینا الهام میگیرن. یعنی پهپادهای امریکا که مرتب مراسم های عروسی رو از افغانستان تا یمن بمباران میکنن و از آدم های بیگناه رو میکشن، این الهام میده به یک سری نیروها و افرادی که حتی تو جوامع غربی، اروپایی، آمریکایی بزرگ شدن، به راحتی آب خوردن، میگن که خب اینا شما این جنایات را در به اصطلاح کشورهای اسلامی میکنین، من باید انتقامم اینجا بگیرم. نقش خود امپریالیسم، جنگ، اشغال در تولید و بازتولید بنیادگرایی اسلامی، اونم در قرن 21، یعنی این رو شما چی میبینید؟ ببینید تأثیر داشته و تأثیر داره. به گمان من آنچه در افغانستان اتفاق افتاد به یاد داریم که چقدر در تقویت القاعده و تبلیغ برای القاعده خب جمهوری خواهان امریکا ایفای نقش کردن. حتی آقای ریگان در واقع یکی از فرماندهان بزرگ القاعده رو به امریکا
صحبت های سالانه هم ایشون به عنوان مهمان خیلی مورد ستایش قرار دادن، نه فقط البته اون دوره امریکا. خود حمله اتحاد شوروی به افغانستان یکی از عوامل مهم تقویت طالبان شکلیش که البته اون موقع مجاهدین بودن و همینطور القاعده بود، یعنی مجموعه عوامل خارجی در تقویت و میشه گفت بازتولید بخشی از این جریان ها نقش داشتن، که برای نمونه من گفتم در افغانستان هم اتحاد شوروی نقش داشت و هم امریکا، یا در کشورهای دیگه همین نمونه خود عراق اون خطای بزرگی که مرتکب شدن در واقع نمونه بزرگی است که خود امریکایی‌ها امروز و بسیاری از سیاستمدارا همون موقع هم میگفتن این کار غلط و خطرناک، و دیدیم که حمله به عراق چه فجایعی رو به بار آورد که به هر حال بسیاری از رخدادهای کنونی خاورمیانه در ارتباط با همون حمله و برخورد به هر حال من بگم من بسیار ابلهانه بود. همون موقع اوباما یا خود برنی سندرز و خیلی های دیگه همون موقع میگفتن این کار و این حمله کار اشتباهی است. بنابراین بی تأثیر نبوده و تأثیر زیادی داشته، طبیعی هم هست. بسیاری از این جریان های در واقع تروریستی بر بستر همین جنگ ها، تجاوزات و برخورد ها زمینه رشد پیدا کردن. داعش به این معنا که ما امروز میبینیم، نه اینکه حمله امریکا به عراق بعضی ها میگویند باعث شد داعش به وجود بیاد، تفکر داعش و داعشی قرن ها قبلا وجود داشت، ولی هرگز به شکل این گونه ای و امروز که ما شاهدش هستیم نبود. حمله به عراق در واقع تقویت کرد اون تفکر رو و شکلی چنین جریان هولناک و آدمخواری. بنابراین منم موافقم که تأثیر داشته و باید دید، و بسیاری از این جوانانی که تحریک میشن و دست به این کارا میبرن فی الواقع بر بستر همین واقعیت های تلخی است که اتفاق افتاده و استفاده تبلیغی و تاییجی میشه و خب بیشک تأثیر بود. البته این آقای رهبر داعش ابوبکر البغدادی که خودش اهل عراق هست، القاعده عراق ایجاد کرده بود و تو زندان خود نیروهای دولت عراق و آمریکا بود، بعد که اعتراضات سوریه شروع میشه اینو آزادش میکنن و ایشان میره اونجا و خلافت شام و عراق رو درست میکنه که الان شده دولت اسلام. یعنی به قول شما مجموعه ای از این، حتی حامد کرزایی که همزمان با این فاجعه اورلاندو رئیس جمهور سابق افغانستان در امریکا بود، توی مصاحبه گفت که امریکا میخواست به هر قیمت مقابله کنه و شوروی رو زمینگیر بکنه، اون فاجعه ای که اشغال افغانستان توسط شوروی، اون اشتباه مهلکی که اونا انجام دادن، میخواست زمینگیر بکنه، به همین خاطر انواع اقسام جهادیون رو به اصطلاح مسلح کرد و با پول عربستان و قطر و فلان و اینا. ولی حالا در این دنیای پرآشوبی که ما هستیم، حتی در پیشرفته ترین و قدرتمندترین کشور اقتصادی سرمایه‌داری جهان امریکا، مردم امنیت ندارن. تو خاورمیانه که یک باتلاق تمام عیار تبدیل شده، این موج پناهندگان در اروپا، همین به اصطلاح امروز شاهدش بودیم که در فرانسه یکی دیگه از همین اسلامگرایان با کارد حمله میکنه، دوتا پلیس رو میکشه و همسر پلیس رو در برابر سرش رو در برابر دیدگان فرزند 3 سالش میبره. ما این فجایع رو میبینیم. بعضی دیگه نیروهای فاشیستی دارن در اروپا و سایر نیروها، این دونالد ترامپ که میخواد دیوار بکشه در مکزیک و مسلمانان رو جلوگیریش بکنه و راسیسم و نهادینه بکنه در امریکا، آیا اصلا صدای سومی چشماندازی برای رشد داره؟ یعنی اسلام سیاسی، فاشیسم و راسیسم این جهان رو، ما رو دارن به لبه پرتگاه میبرن. یعنی شما هیچ نقطه امید میبینید در چشمانداز پیش رو؟ صدای سوم، راه سوم واقعا روی
چه اقداماتی میتونه بکنه، چه تلاش هایی میتونه بکنه که این دونیرویی که دارن جهان ما رو نابود میکنن رو زمینگیر بکنن؟ تلاش های زیادی داره میشه. ببینید در خود امریکا تنها دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه نیست، به واقع جریان های قدرتمندی هستند در مقابل اونا که پایه های اجتماعی و مردمی هم دارن و همین الان هم میبینیم در مقابلشون ایستادن. البته میتونه طیف وسیع باشه به لحاظ سیاسی و نظری، ولی در خود امریکا اینطوری نیست. همین الان هم که در واقع دونالد ترامپ و یا جریان های نجات پرست در واقع حرف آخر رو بزنن و فلواقع یک جریان همگیر و فراگیر باشن. همین امروز هم ما شاهد هستیم که در واقع چه تلاش هایی در خود در سطح امریکا میشه برای اینکه ترامپ و افکار اون کنار زده بشه. همین رو میشه، البته من اطلاعاتی در راجع به کشور را ندارم، ولی در مورد امریکا میتونم بگم که حالا اسمش آدم جریان سوم بذاره یا تفکر سوم یا هر چیزی وجود داره و به طور قدرتمند داره عمل میکنه در برابر تفکر نجات پرستانه نوفاشیستی و یا برخوردهایی که شاید ترامپ در واقع یک نمونه باشه. ما در همینجا حرکت سوسیال دموکرات ها و نمایندگی برنی سندرز رو دیدیم یا خود حزب دموکرات بخش های زیادیش، اینها جریان هایی هستن که تأثیر گذارن و در برابر جریان هایی مثل جریان هایی که اشاره کردی لااقل در امریکا وایستادن و بدون تردید به گمان من در کشورهای دیگه همینطور است. آنچه که به طور واقعی وجود داره الان ما میبینیم در واقع در برابر این جریان ها جریان هایی هستن که مقاومت میکنن و مانع از پیشرفت نظراتشون میشه. خب دکتر مسعود نورکار عزیز، من بی‌نهایت از شما سپاسگزارم که در این گفتگو با بینندگان ما همراه بودی. همدردی عمیق ما رو به همشهریان داغدار خودتون در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا برسونید. با شما و همه کسایی که قربانی تروریسم چه دولتی و چه غیر دولتی و ارتجاع چه از نوع مذهبی و چه از نوع راسیسم غیر مذهبیش هستن، ما ابراز همدردی میکنیم. ممنونم از شما و تشکر میکنم از شما. خواهش سلام عزیزان بیننده و شنونده برنامه گفتگوهای کارگری. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به شلاق زدن 17 نفر از کارگران آقدره، معدن آقدره در تکاب آذربایجان غربی در ایران. همطور که میدونید این عمل وحشیانه سیستم قضایی و امنیتی ایران واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته، اما در این برنامه ما می‌خوایم با آنچه که کمتر گفته شده و بهش پرداخته شده در جای مختلف بپردازیم. با شهاب برهان فعال سیاسی چپ گفتگو می‌کنیم. سلام شهاب عزیز. سلام بهروز عزیز. شهاب جان، ابتدا تو واکنش خودت رو در فیسبوک دیدیم و یک برحال همین رو کامنت هایی هم جلوش گذاشته شد، این رو یه مقدار توضیح بده که من به سوالات دیگرم برسم. والا اون چیزی که من در اونجا به عنوان یک قطعه کوتاه نوشتم طنز بود و یعنی در شکل طنز بود که اونجا در واقع اساسا این مسئله شلاق زدن کارگرا رو که گفتم خب بدیهی است که به اصطلاح اگه ممکنه یه مدارم بلندتر صحبت کنی ممنون میشه. بله گفتم که این یک فاجعه است البته، ولی به طنز گفتم که
خب برای دیگرانی هم فوایدی داشته در جنبش، و از جمله گفتم که خب اونایی که انشالله امکان میده یه عده‌ای تمام ریشه های بدبختی کارگران رو، ستمهایی که بهشون میشه رو، در جزای اسلامی جستجو کنن یا وانمود کنن و بپوشونن در واقع ریشه هاشو و تبلیغ کنن برای لیبرالیسم بدون آخوند. یا اینکه اونایی که در واقع دکان حقوق بشر، از حقوق بشر دکان برای خودشون ساختن، اینطور وانمود کنن که اگر کارگر شلاق نخوره دیگه حقوق بشرش هیچ مشکلی نداره. گویا الان فقط از این جهتی که اعتراض میکنن، شلاق فقط گویا نشان دهنده نقض حقوق بشر کارگرها شده الان، وگرنه در هر موردی اعتراض میکنن در جز در مورد کارگرا. الان خب خوبم هست که میکنن. به هر حال یک چنین چیز کوچیکی رو به عنوان طنز مطرح کردم و در این حال هم گفتم خب خوب هست که به هر عده‌ای هم که هرگز از کارگرا یادی نمیکردن شوکه شدند از این ضربه شلاق و اونها هم آمدند از طریق امضا دادن یا فلان حمایت کردند از کارگرا. خودش هم چیز مثبتیه. یه چنین چیز واکنش خیلی کوتاه طنزآلود بود. بله. خب حالا من سوال من اینه که این جنس این شلاقی که بر پیکر همکاران ما در ایران نواخته شد از جنس همون اسلامیت رژیمه یا چیز دیگه ایه؟ خب بروتون اول بگذار من همدردی عمیقم رو با این کارگرای شلاق خورده ابراز کنم و بهشون درود بفرستم که به خاطر مقاومتشون و مبارزشون به هر حال اینطور مجازات شدن. اما در مورد این جنس، خیلی اصطلاح قشنگی به کار میبره، جنس این شلاق، تا جایی که به خود شلاق و شلاق زدن مربوط میشه جنسش هیچ فرقی نداره. در واقع شلاق، شلاق زدن یک روش تنبیه بدنی و عذاب دادن و شکنجه کردن انسان هست توسط انسان، که از بهیمی ترین، عقب مانده ترین و به اصطلاح وحشیانه ترین روش های منسوخه. و این شلاق بر تن هر کسی بخوره، حتی اگر بر تن همون شلاق زن بخوره، باید محکوم بشه. من اصلا به طور کلی نفس شلاق زدن رو همونطور که همه دارن الان میکنن، من هم محکوم میکنم. جنس شلاق جنسی است که حیثیت و شخصیت انسانی رو زیر پا میگذاره، شخصیتشو له و مچاله میکنه و تحقیرش میکنه، نابود میکنه شخصیت آدم رو شلاق. حالا هر کس باشه فرقی نمیکنه، هر انسانی در واقع شلاق او رو در واقع از انسانیتش تهی میکنه، باید بگم به این نیت به کار بود، در نتیجه به همون اندازه محکومه باید هم علیهش مبارزه کرد و جلوی به کار بردن یک چنین روش های بربرمنشانه رو گرفت. اما در قانون جزای اسلامی به هر حال شلاق کم مواردی نیست که پیش بینی شده. شاید من جای دیدم 148 مورد اقلن در قانون مجازات اسلامی شلاق براش پیش بینی شده. غالبا هم اینها در رابطه با چارچوب اخلاقیات شرعی و منکراته. بله. اینکه مشروب الکلی بخورن، زن و مرد با هم اختلاط بکنن، برقصن، این داستان ها که دیگه لیستش خیلی طولانیه در رژیم. اخیراً همونطور که خود تو هم میدونی 35 تا دانشجوی پسر دخترم که جشن فارغ التحصیلیشون رو جشن گرفته بودن شلاق زدن، فقط این کارگرا که نبودند. خب فرق جنس این شلاق که اون دانشجو خوردن با اینا چیه؟ یک فرق خیلی نهفته ولی به شدت برجسته داره در اینها. نه که هر دو به یک اندازه محکوم نیست، هر دو به یک اندازه دردناکه، هر دو به یک اندازه وحشیانه است، هر دو به یک اندازه محکومه. اما فرقش در چیه؟ فرقش در اینه، به لحاظ
نظام اجتماعی و سیاسی وقتی در کاربرد این شلوغ رو نگاه میکنیم، مورد به مورد هاشه که فرق داره. اهدافی که ازش دارند، دامنه های کاربردیش، این هاست که فرق میکنه با هم، نه خود شلاق، نه خود اون حرمت انسانی که شکسته میشه، همه اونا برابره. در مورد مثلا این دانشجوها که شلاق خوردن، مسئله اختلاط نروماده بوده در یک جلسه. چرا زن و مرد جشن گرفتن با هم؟ یعنی همونطور گفتم مسئله منکرات اخلاقیه. اما مسئله کارگرا به نظر من برای اولین بار شلاق وارد رابطه کار و سرمایه شده. از مسئله صرفا اخلاقیات، مسکرات، رقص و مشروب و مسائل غالبا فردی اومده بیرون، از مسائل اجتماعی هم فراتر رفته، اومده رابطه کار و سرمایه رو میخواد تنظیم کنه. یعنی به جای اینکه اولا بگذارید من یک چیزی بگم، اصلا خود شما که بهتر از من میدونید، عالم سرمایه داری عالم وارونه و کله پاییه. اصلا این داستان شلاق رو حذف کنیم از ماجرای کلان صحبت چه میکنیم، ببینیم بر سر این کارگرا چی آورده بودن، این کارگران معدن و این مجرم کی بوده این وسط. اینا به جای اینکه بیان، حالا من طرفدار شلاق نیستم، من عمدن اینطوری دارم میگم، من طرفدار شلاق زدن به شلاق زن هم نیستم، ولی به جای اینکه بیان اون کارفرما رو، اون سرمایه‌دار رو لخت کنن، شلاق بزنن، زندان بهش بدن، مجازات جریمه مالی کنن، بگن که خسارت مالی باید به این کارگرا بپردازی که اینا رو بیکار کردی، بی خانمان کردی، خانواده‌شون رو بدون سرپرست گذاشتی، بی آینده‌شون کردی، ویران کردی، چون باید خسارت بپردازی، باید مجازات بشی. اون به خاطر این کارهاش مورد دفاع این سیستم و نظام حقوقیشه، نظام و دولتش. این مقصره که چرا اعتراض میکنه، چرا میگه گرسنم، چرا میگه منو دوباره برگردونید سر کار، و چرا اعتصاب میکنه یا چرا راه بندون میکنه. اینا مجازات میخواد. ولی این کارها همیشه وجود داشت. یعنی این قانون سرمایه‌داری در همه جا، در از همون سوئد شما گرفته تا این فرانسه ما، در ایران، عربستان، همه جا قانون سرمایه‌داری اینه: محکوم، مجرم، کارگر معترض همیشه، و قانون، زندان، دولت، دستگاه سرکوب در طرف صاحب سرمایه است. این خیلی روشنه. اما این وسط ما میبینیم که سرمایه‌داری در این قرن‌های گذشته که هیچی، در قرن بیستم به این قرن جدید نشون داده لیبرالیسم و نیو لیبرالیسم توانایی این رو داره که آخرین کلام علم، آخرین کلام تکنولوژی، آخرین کلام صنعت و پیشرفت رو ترکیب کنه با ارتجاعی ترین، عقب مونده ترین و بربرمنشانه ترین روش های انباشت، و هر چقدر که بحران بیشتر اون رو در بر میگیره و هر چقدر که بیشتر میخواد به هر قیمت شده سود سرمایه رو با کمترین پرداخت با افزایش بده، به این نوع بربریت ها بیشتر رو میاره. امروز این شلاق در این چارچوب باید توضیح داده بشه که جنسش چیه. این فقط یک هشدار یا بذار تنبیه اخلاقی نیست. به جای اینکه در همون چارچوب قانونی که وارونه‌ای که خودشون دارن، گفتم که کارگر مجرمه، بیارند اونطوری که به طور کلی معمولا مرسوم هست در کمیسیون های حل اختلاف شکایت ها رو بررسی بکنند، این داستان ها، اینو بردن در چارچوب قوانین جزای اسلامی و شلاق دادن به این کارگرها. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که بعد از این ما باید انتظار داشته باشیم که کارگران اگر خواستند اعتراض بکنند برای وضعیتشون، نه که حالا قربونش برم نمیخواد اضافه حقوق بخواد، نمیخواد حق مسکن بخواد، نمیخواد بهبود شرایط فروش و کارش بخواد، اصلا بخواد از وضعیت
امروزش دفاع کنه یا حتی آرزوی وضع گذشتهش بگه که حالا من دوباره خواهش کنم برگردونید استثمارم کنید، این اعتراض بکنه، حیثیت انسانیش، حتی تنش، جسمش در گروه این هست، باید بترسه و اعتراض نکنه. این یعنی اینکه یک سیستم جدید واکنش سرمایه‌داری است به اعتراضات کارگری. این خیلی فرق داره با اون چارچوب عمومی شلازنی منکراتی که ما در به قول تو 37 سال تو از این رژیم میبینیم، میشناسیم، خیلی هم این کارا رو کرده، خیلی در ملأ عام هم میکنه. ولی الان وقتی که این آورده در حوزه مناسبات کار و سرمایه، این اصلا یک کیفیت جدید، یک فصل جدیدی اصلا در مناسبات طبقات سیاسی این جامعه. نمیشه نسبت به این بیتفاوت بود و گفت که شلاق شلاق برای همه هم هست، پس چرا برای اون یکی واکنشتون ضعیفتره؟ نه، ضعیفتر نیست، ولی این انگشت میگذارم من روی این پدیده جدید در این چارچوب و این یه سرفصل خودش. خب این موضوعی که گفتی، اتفاقا برخی از فعالین هم روی همین نکته انگشت گذاشتن. شهاب جان، مسئله اینه که به رغم نظر بسیاری از دوستان، نظر به این که در از حیات جمهوری اسلامی این مجازات بوده و خواهد بود و در رابطه با مسائل کارگری و مبارزات کارگری چنین چیزی رو ما نداشتیم، یا لااقل احکامی صادر شده و اجرا نشده، ولی در این مورد مشخص یک اتاق فکری بوده و این اتاق فکر، حالا ما مثال میزنیم در تکاب آذربایجان غربی این اتفاق افتاده، ولی نظر برخی از فعالین بر اینه که این اتاق فکر به هر حال وجود داره در تقابل با مبارزات کارگری اون منطقه. حالا ممکنه در خوشبینانه ترین حالت این نگاه رو نداشته باشیم که این اتاق فکر در سراسر ایران وجود داره، اما میگیم که امروز در تکاب آذربایجان غربی این حکم اجرا شده و بنابراین این میتونه شروع یک سری مجازات هایی باشه در تحقیر کارگران، در اینکه این کارگران اعتصابی جلوی همسر و فرزندانشون تحقیر بشن، جلوی جامعه تحقیر بشن و دیگه سردمدار اعتراضات کارگری در آینده نباشن. این موضوعیه که فعالین بهش اهمیت میدن و اینکه خود این اتفاقی که افتاده تا چه حد اهمیت داره که ما پیگیرش باشیم به لحاظ حقوقی در مجامع جهانی، به لحاظ مبارزاتی در درون ایران و غیره. اتاق فکر تعجب نخواهم کرد اگر وجود داشته برای این قضیه، حتی یا سراسرش یا در تکاب، حالا اون نیست، ولی من نمیدونم که وجود داشته یا نه. برای من اصلا اهمیت زیادی نداره که اتاق فکر وجود داشته، اتاق یه نشستن گفتن بعد از این کارگران ایران رو که اعتراض کنن بعد از این ببریم زیر شلاق. نمیدونم چه این چیزی پیش افتاد، پیش اومده یا نه، اما مسئله اصلا این نیست. مسئله اینه که یک چنین اتفاقی افتاده، این مهمه. چه واکنشی در مقابل این اتفاق گیرم؟ فرض کن این تصمیم فردی یک قاضی بوده که خودسر اختیاراتی داره این کار کرده و در یک نقطه بسیار دور افتاده، تکی هم یه مورد تکیه، میخوام بگم اصلا فاجعه همینجاست، اهمیت اینجاست، اهمیت رو از اون تصمیم های چیز در نمیارم. من همینی که اتفاق افتاده باید دید که این کشوری است که در آن چنین اتفاقی میتونه بیفته برای چنین مبارزه و مقاومت کارگری. این فاجعه است. از اونجایی که ببینید این جناب
توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در توجیه این شلاق به جای اینکه بیاد اینو محکوم بکنه بگه اصلا نباید اینطور میشد و به یک نوعی باید جبران بشه، میگه که البته خب اینا زندانشون مدانشون بخشیده شد ولی شلاق به خاطر این بود که اینا چیز کردن نظم عمومی رو به هم زده بودن. این کلام این توجیه یعنی بعد از این برای به هم زدن نظم عمومی شلاق دیگه موجه است. اینو یک مقام رسمی داره میگه در توجیه این قضیه. حالا میخواد پشتش اتاق بوده یا نبوده برای تصمیم گیری، این یعنی دارن یه چیزی رو باب میکنند. بعضی وقتها در سرزمینی مثل ایران با یک چنین رژیم استبدادی مذهبی سرمایداری عقب مونده و این همه در واقع معضل پیچیده در این مملکت هست، زمین مستعده که یک چنین تخمی فقط یک دونه یک بار بذرش جوونه بزنه، همه جا رو مثل علف هرز خواهد گرفت. جامعه مستعد اینه که برای اینکه جامعه از یک طرف به شدت انباشته از نارضایی و اعتراضه، از یک طرف دولت و سرمایه به شدت مصممند که این رو در هم بکوبند و وقتی که میبینند که 30 سال راهبندانها، اعتراضات، تجمعات اعتراضی کارگران، تومار نویسیش هاشون وضع قطع نمیشه و الان دیگه باید برسن به اینجا که باید راهبندان جلوی خونه فلان سرمایه‌دار رفتن، جلوی فلان مجلس رفتن، جلوی مین رو گرفتن که کارگرها رو چیز کنن، آگاه کنن از وصیتشون، این جاده ها رو ببندن و مردم توضیح بدن بهشون، این یعنی نظم و امنیت عمومی رو برهم زدن، مانع کسب و کار دیگران شدن و این مجازات شلاقه. اینو میخوان همون کافیه یک بار جلوش گرفته نشه. این که میگه اهمیتش در چیه؟ اهمیتش در اون یک بار با جلوش گرفت الان. نباید گذاشت دوبار بشه. باید در تمام دنیا این رو جار زد. تمام کارگرها را به این باید هشدار کرد که فردا چه در انتظارشونه، چه نمونه داره برای اینو میپزن. البته یه چیزی که اینجا بگم، من تو این قوانینشون نگاه میکردم، ببخشید، اینا طبق قوانینشون امکان تعویض مجازات شلاق با پرداخت پول رو جزای نقدی هم دارن. منتها اینقدر آدمای انسانی هستند و ملاحظه کار و حسابگر هستند که میگن که در صورتی که میشه شلاق رو به مالی یا بالعکس تبدیل کرد که اون طرف توانایی تحمل یکیشو داشته باشه یا نداشته باشه. معنیش اینه که اونی که پولدارتره و توانایی پرداخت پول داره میتونه شلاقشو بخره. کارگر بدبخت که طبعا پولی نداره اون مجازات زندانشو بخره، اون با شلاق بخوره. برای همین هم اینا رو زدن. یعنی دارن به جایی میرن که اون کسی که حتی امکان اینو نداره که طبق همین قانونشون شلاقشو بخره بتونه بخره. دارن اینجا به اینجا دارن میبرن. و اینکه اتاق تصمیم گیری وجود داشته، برو جمعای ما ترک ها یک مسئله داریم که میگن که تو حرفو بنداز صاحبش فر میداره. خیلی وقتا تو زندگی معمولی هم میبینیم، مثلا یه چیزی یه کسی مینویسه اصلا منظورش فلان کس نبوده، طرف فوری به خودش میگیره، میگه آه پس تو میگی من فلان فلان داستان. حرفو بنداز طرف خودش فر میداره. کافیه که اتاق تصمیمی نباشه، اصلا از بالا چنین تصمیمی نگرفته باشن که بعد از این با کارگرا چنین رفتار کنن. اما وقتی حتی در داخل گیومه میگم قاضیان خودسر و خودکامه بتونن این کارا رو بکنن، اونهایی که ذینفعند آنن میفهمن که حساب میکنن روش که پس الان میشه دیگه یواش یواش روی این روش ها هم حساب کرد. این همکاریرا ممکنه که چیز کنن، حساب ببرن که بعد از این دیگه بترسن، مثلا یا لاقل امید اینا این است که بترسن از شلاق. ولی از طرف دیگه همین کارفرمایان همین سرمایه‌داران الان
بشکم میزنن، این یک گشایشه براشون که بابا بعد از این دیگه راحت میتونیم همطور که با قاچاقچی‌ها و اوباش رفتار میکنن به قول خودشون تو خیابون‌ها، خب بعد از این با هر کارگر دیگری هم که بخواد بگه که گرسنمه باید همیشون این کارا رو کرد، خود اونها این فضا رو تقویت میکنن، خودش میشه اتاق تصمیم گیری، میشه اصلا یک جامعه تصمیم گیری از بالا. به همین دلیل بی اندازه به نظر من اهمیت داره که ما نگذاریم این قضیه کوچک جلوه بکنه، قاطی بشه به لحاظ اهمیتش با اون شلاغزنی های، نمیگم اون شاید نمیتونم فرموله کنم درست، اونام بسیار اهمیت داشته، ولی تفاوت اینجا رو ببینیم که داره به کجا میره به لحاظ اینکه کارکرد شلاق وارد عرصه کار و سرمایه شده و این یک فاجعه به تمام معناست، با تمام نیرو، تمام نیروی چپ طرفدار کارگره و خود جنبش کارگره باید در مقابلش وایسه. شهاب برهان سپاس از اینکه در این گفتگو حضور داشتی. ممنونم از تو، قربانت برم، خسته نباشی، زنده باشی.